رسانه های انگلیسی زبان جهان در گزارش های خود درباره از سرگیری مذاکرات برجامی در وین به سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرداختند همکارم بهنام ناطقی در این باره گزارش میده ده, ده ها روزنامه و پایگاه اینترنتی گزارش رویتر را رو نقل کردند که می نویسد تصمیم جمهوری اسلامی برای بالا بردن غنی سازی و اورانیوم در ایران به سطح 60 درصد از سرگیری مذاکرات احیای برجام در وین را پیچیده تر ساخته. نیویورک تایمز می نویسد سخنان رهبر جمهوری اسلامی به گمان زنی درباره احتمال بایکوت مذاکرات توسط حکومت ایران پایان بخشید. نیوزویک می نویسد دیپلماسی با همه کاستی ها بهترین راه تعامل با برنامه اتمی حکومت ایران است و می در واشنگتن بر سر برجام اتفاق نظر وجود ندارد. واشنگتن پولز اظهار نظر کرده که خرابکاری اسرائیل نمیتواند بلند پروازی های اتمی حکومت ایران را متوقف کند اما توافق اتمی میتواند روزنامه نشنا چاپ امارات به نقل از رئیس جامعه عرب عرب لیگ می نویسد قنیسازی 60 درصدی گامی آشکار به سوی ساختن بمب اتمی است. گزارش خبرگزاری فرانسه درباره تاثیر انفجار نتنز در پیچیده تر کردن مذاکرات احیای برجام انعکاس گسترده ای داشت از جمله در روزنامه بانکوک پست چاپ تایلند تلویزیون NHK ژاکپن در مصاحبه اختصاصی به نقل از گروسی می نویسد آژانس بین المللی انرژی اتمی از تصمیم غنیسازی 60 درصدی مطلع شده و بازرسان آژانس در نتنز حضور دارند. میدلیست مانیتور در مطلبی درباره نگرانی عربستان سعودی می نویسد غنیسازی 60 درصدی را نمی توان استفاده سلحامیز از انرژی اتمی دانست. فاینانشل تایمز لندن هم صفحات خواندنی های طولانی خود را به بررسی برنامه اتمی جمهوری اسلامی اختصاص داده در یک گزارش اختصاصی و خبرگزاری بلومبرگ در مقاله مفصلی که از جمله در واشنگتن پست امروز نقل شده به سابقه 20 ساله ی مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی پرداخته و یادآور می که اعلام آغاز غنیسازی 60 درصدی به نگرانی ها دامن زده